برای نوع اهداف ببینید روش های مختلف وجود داره خب، ولی یکی از روش های مهم که بعد اپراتور در نظر بگیره سی ام پی ان های بالا و پایین، سی ان بالای 5 و پی ان بالای 10، سی ام پی ان بالا، سی ان زیر 5 و پی ان زیر 10، سی ام پی ان پایین هستن. و اگه اینا رو ما برداریم، این کد ها رو برداریم، تیک تیپ مثلا اعداد بالای سی ام پی ان رو برداریم، بالای 5 و بالای 10، پی 100 و 295 رو بدیم و اون عنصر عددی ویدیوهای 55 یا ویدیوهای مورد نظر رو به ما نده، خب ما از کدهای پایین هم میتونیم استفاده کنیم تا ببینیم آیا داره یا نداره. خب در هیچ کدوم ترکیبایی این نداشت در اعداد بالای سی ام پی ان. اگر در اعداد پایین سی ام پی ان بخوایم استفاده کنیم، اینجا دو عدد مشترک داره و سیلورش هم بالاتره. زینگ رو برمیداریم که 2.6 و اسکرو کاپ رو برمیداریم و پی 100 رو میدیم و 295. قالب عددی که به ما میده 55. خب این 55 رو در اینجا به ما میده. اگر خود گولد رو هم برداریم، پی 100 رو بدیم و 295، باز هم به ما این عدد 55 رو میده. در جاهایی که سی ام پی ان ها پایین هستن و با سی ام پی ان پایین ما پاسخ رو میگیریم، با اینکه اینجا عملکرد عددی بالا بوده، خب زینگ هم که انتخاب کنیم پی 100 رو بدیم 295، در جریانش این 55 رو به ما میده. خب این قابل قبوله. و اگه بیایم هاتراک رو بزنیم و پی 100 و 295، در این شرایط به ما این رو نمیده. خب این دو عامل داره. یه عاملش اینه که میگه که من از هاتراک ها نیستم، تو دسته همون ویدیوهای 55 هم. و عامل دیگه‌اش اینه که ما در اینجا اعداد پایین رو انتخاب کردیم در سی ام پی، یعنی این با اعداد پایین به ما جواب داد. در این مقطع اگه ما بیایم از روش حذف هاتراک، زینگ، تیک تیپاش، آیرون، پی اس و 295 استفاده کنیم، عمدتاً به ما جواب عددی نمیده، چون با سی ام پی ان های پایین یا سی ام پی ان هایی که مشترک بوده مثل زینگ و اسکرو کاپ به ما پاسخ داده. به ما پاسخ عددی 55 رو نمیده، 54، 59 این اعداد میده، ولی اون رو به ما نمیده. در این وضعیت یه تفاوت در استفاده از جی ها وجود داره. جی 1 رو میزنیم، پی 100 رو میدیم، گولد رو میاریم، پی 100 رو میدیم، هاتراک رو میزنیم، تیک تیپش رو برمیگردونیم، پی 100 رو میدیم. ببینید در اینجا 295 رو میدیم. خب خصوصیات عددی که اینجا به ما داره میده، هیچ کدومش دارای شرایط ویژه عدد مورد نظرمون تو 55 نیست. در این موقعیت، البته این هاتراک نیومده بود، هاتراک رو میزنیم، پی 100 رو میدیم. در این موقعیت ما اینجا با 295 یا با 280، یا اینو دوباره داریم میگیریم چون هاتراک رو ما اشتباهاً نزده بودیم، 270 یا 200 پایین‌تر، متقابلا ما اون عدد 55 رو نخواهیم داشت. خب تو این وضعیت چون ما از اعداد پایینه سی ام پی ان رفتیم 55 یا هدف مورد نظرم یا ویدیوشو به دست آوردیم و دو عدد مشترک در زینگ و اسکرو کاپ داشتیم و سیلور بالاترین بود، مهمترینش پایین بودن اعداد سی ام پی ان که با پایین اومده بود، اینجا اجازه داریم پول تاب انتخاب کنیم و پی 100 رو بزنیم. در این مقطع شما وقتی که میاید 295 رو میدید، 55 رو به شما میده، یعنی همون 55 رو تایید میکنه، این یعنی هدف هست. ولی این که تک این احتمالا یه مقداری در کنار یا گوشه اون هدف قرار گرفته یا کاملا رو هدف نیه یا هدف در عمق خیلی زیاده. خب پس اینجا به خاطر این منابع تونستیم از پول تب بهره ببریم. اینا مسائلی که باید در نظر گرفته بشه و اگه این رو برگردونیم در همه وضعیت ها، ما اگه سیلور هم برداریم که بالاترین عدد پی 100 رو بزنیم و 295، اینجا به ما عدد 55 رو میده و تو ترکیب های دیگه هم حتی پلاتین هم که انتخاب بکنیم پی 100 رو بزنیم و 295، بازم 55 رو میده. این روش جی با پول تب برای تاییدیه وجود اون هدف در موقعیتی بود که امکان داشت به دلیل پایین بودن اعداد سی ام پی ان برای بهره گرفتن 55 بعد ازش استفاده بکنیم. در خیلی جا از این پول تبه استفاده نمی کنیم. خیلی جا هم که هاتراک رو انتخاب میکنیم میاد،
ولی وقتی جی آر هم جی یک هم انتخاب میکنیم و بقیه مسیرها رو میریم، جی یک رو میزنیم پی 100 گولد رو میزنیم پی 100 هات راک، اون عدد 55 بازم میاد، اونم باز خود هدفه.